سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 21 خلوص سال 1402 هجری خورشیدی است. سرخط خبرها. نگرانی ها از تهدید احتمالی تروریستی از افغانستان. وزارت خارجه امریکا میگوید واشنگتن نگران خطر بالقوه تروریسم در افغانستان است. ما واقعا در مورد فعالیت های تروریستی در افغانستان نگران هستیم و توانایی این را هم داریم که در مقابل آنها اقدام کنیم. ما از طالبان توقع داریم تا افغانستان را مثل قبل دوباره لانه امن برای تروریستی. برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان. شماره از شرکت کنندگان میگویند در این نشست بحث دیالوگ بین الافغانی مطرح شده است. فرزند دیالوگ اینا شروع میکنن امرای مردم افغانستانی. دیالوگ همش یا داخل افغانستان باشه یا اقلا در کشورهای منطقه باشه که همگی افغانا در او اشتراک کرده بتانن، نهی که باز یک جای دیگه در پشت پرده. تشدید حملات بر نیروهای امنیتی پاکستان. در حمله افراد مسلح در دیره اسماعیل خان ده‌ها نیروی امنیتی پاکستان کشته و زخمی شدند. با تلاش‌ها برای انتقال 450 کانتینر تاجران افغان از بندر کراچی، سفارت افغانستان در پاکستان خواهان رهایی 450 کانتینر کالای تاجران افغان در بندر کراچی شد. مشروع خبرها، من داریوش احمدی هستم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن همچنان نگران خطر بالقوه تروریسم در افغانستان است، اما امارات اسلامی انتظار دارد تا اجازه ندهد افغانستان به لانه تروریسم مبدل شود. سخنگوی این وزارت هم تاکید میکند که ایالات متحده توان حمله از راه دور برای سرکوب تروریست ها را دارد. امارات اسلامی اما میگوید مبارزات جدی در برابر هراس افغانی انجام شده است و خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید آمریکا همچنان نگران خطر بالقوه تروریسم در افغانستان است. سخنگوی این وزارت میافزاید کاخ سفید از امارات اسلامی انتظار دارد تا اجازه ندهند افغانستان بلانه تروریسم مبدل شود. ماتیو میلر اما تاکید کرده است ایالات متحده توان حمله از راه دور برای سرکوب تروریست ها را دارد. ما واقعا در مورد فعالیت های تروریستی در افغانستان نگران هستیم و توانایی این را هم داریم که در مقابل آنها اقدام کنیم. ما از طالبان توقع داریم تا افغانستان را مثل قبل دوباره لانه امن برای تروریست ها نسازند. امارات اسلامی میگوید هیچ گروهی از ضد امنیت در افغانستان فعالیت ندارد و مبارزات جدی را در برابر هراس افغانی در کشور انجام داده است. سخنگوی امارات اسلامی بار دیگر اما تاکید میکند خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. و اکنون در افغانستان هیچ گروهی خودسری را ما نداریم که تهدید شمرده شود برای هیچ جهتی. و دوم که استراتژی و موقف امارات اسلامی افغانستان است، به نفع مردم افغانستان است که ما اجازه نمیدیم خاک افغانستان را به کشور استفاده شود. پس در این مورد باید هیچ تشویش وجود نداشته باشد و هیچ تهدیدی وجود نخواهد داشت. همزمان با این نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان از پایان دیدارهایش با شمار از مقامهای قطری، مسئولان سازمان ملل متحد و برخی از افغانها در دوحه خبر داده است. تام وست در صفحه اکس خود نوشته که در این دیدارها در مورد آموزش دختران، حفاظت از مهاجران و نیازهای بشردوستانه در افغانستان گفتگو کرده است. وزارت خارجه قطر هم در بیانیه گفته است که صدراعظم این کشور با تام وست و رینا امیری نماینده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در حاشیه مجمع دوحه 2023 دیدار کرده است. چیزایی را که آمریکا از حقوق زن گپ میزد و از حقوق بشر و از دموکراسی و از نمیدانم جمهوریت و از این مسائل، ای همگیش در 60 روز گذشته همگیش زیر خاک دفن شد. دیگه بر امریکا نه روی مونده که از این مسائل دیگه گپ بزنه و دیگه کشورها هم که میایه یک کشورها هم دیگه گپای از یاره گوش نمیگیره. همه چیز به معنا شده بعد از واقع غزه. از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان میگوید با رئیس دفتر سیاسی امارات اسلامی در قطر در مورد مسائل مختلف از جمله حقوق زنان و دختران گفتگو کرده است.
ریچارد بنت گفته است در این دیدار از نماینده دولت سرپرست افغانستان در دوحه خواسته است تا مدافعان حقوق بشر را از بند آزاد کنند و به عفو عمومی احترام بگذارند. امروز با ساحل چوین در دوحه ملاقات کردم و در مورد حقوق زنان از جمله تحصیل زنان و حقوق کودکان بحث کردم و خواستار آزادی مدافعان حقوق بشر و احترام به عفو عمومی در افغانستان شدم. سوال شاهین رئیس دفتر سیاسی امارات اسلامی در قطر هم گفته است که با تام وست نماینده آمریکا در امور افغانستان و ریچارد بنت دیدار و گفتگو کرده که محور دیدارهایش اخراج مهاجران افغان از پاکستان و کمک های بشر دوستانه بوده است. ریچارد بنت سرا درلود آقای تمویل چه دوی راپور باید دی بی ثبوت ادعاو پزای پا افغانستان که در زمکنوی و واقعیتون و سرگندوی او بی طرفانه وی او حق اقدامات هم په خپل راپور کې شامل کړي کوم چې د اسلامي امارت د حکومت لخوا په هیواد کې د کونډو یتیمانو او معلولینو لپاره ترسره شوی دی. بیشتر هم دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما گفته است وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان وخیم باقی مانده است. نشست شورای امنیت سازمان ملل با حضور شمار از زنان افغان برگزار شد. در نشست شورای امنیت که پیرامون گزارش اخیر فریدون سنرلی اوغلو هماهنگ کننده خاص ملل متحد برای افغانستان برگزار شد، 3 تن از زنان افغان اشتراک کردند. به گفته این زنان، گزارش هماهنگ کننده سازمان ملل یک نقشه راه را پیشنهاد میکند، اما طرح نواقصات نیز دارد. امارات اسلامی ما میگوید جامعه جهانی هر تصمیم را از مجراهای قانونی با امارات اسلامی شریک سازد. گزارش از فرهناز فریبرز. برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان، اما پشت درهای بسته. این نشست با حضور شمار از فعالان حقوق زن افغان و اعضای این شورا برگزار شد. شمار از زنان افغان که در این نشست حضور داشتند میگویند که طرح پیشنهادی سازمان ملل نواقص دارد، هرچند که یک نقشه راه حل در آن مطرح شده است. فرزند دیالوگ اینا شروع میکنن امرای مردم افغانستانی، دیالوگ همش یا داخل افغانستان باشه یا اقلا در کشورهای منطقه باشه که همگی افغانا در او اشتراک کرده بتانن، نهی که باز یک جای دیگه در پشت پرده دیالوگ باشه و افغانا از او بیخبر باشن. امارت اسلامی اما میگوید جامعه جهانی هر تصمیم را از مجراهای قانونی با امارت اسلامی شریک سازند و نباید جامعه جهانی از در تقلب با امارت اسلامی در پیش آید. طرح و هر فیصله که باشه باید با امارت اسلامی افغانستان از مجراهای قانونی خود شریک ساخته شود، چون اینجا یک نظام است، حکومت است، ملت است، کشور است، باید کشورداری ما را عرض بگذارند. و همچنان بعد از او که ما تحلیل کردیم موضوعات را و ابعادش را سنجیدیم، در این مورد میتونیم باز حرف از پیشرفت و از بذاریم که چه تغییری با وجود میاد. برخی دیگر از فعالان حقوق زن اما میگویند که در نشست‌های جهانی که درباره افغانستان برگزار می‌شود باید از حقوق زنان دفاع شود. نشست‌ها با رویکرد نتیجه بخش به مردم افغانستان نبوده، اما اینکه این نشست با دیپلماسی پشت پرده و درهای بسته اجرا شده، یک گمانه از او انتظار میره که او عبارت از چانه‌زنی و توافق میان اپوزیسیون و دل آن با گروه حاکم فعلی به درون افغانستان میباشد که ای به نظر من دردی از مردم افغانستان را دوا نخواهد کرد. اما لازم هست که در افغانستان حکومت سرپرست نسبت به این نگرانی ها واکنش مثبت و کارایی نشون بده، چرا که در واقع رعایت حقوق شهروندی یا رعایت مواردی که میتونه جزء حقوق بشری محسوب بشه باعث میشه که مردم خود در آینه حکومت ببینن. گزارش اخیر سنرلی اوغلو چگونگی خروج امارت اسلامی از انزوای بین المللی را پیشنهاد کرده است. در این ارزیابی همچنان توصیه شده است تا یک دیالوگ ملی برای تشکیل حکومت همشمول نیز آغاز شود. همزمان با آخرین روز نشست تغییرات اقلیمی در امارات متحده عرب، برخی نهادهای بشردوستانه از عدم حضور نماینده افغانستان در این نشست ابراز نگرانی کردند. یک مقام ارشد ملل متحد گفته است این سازمان و دیگر سازمانها برای حضور نمایندگان امارات اسلامی در این نشست تلاش کردند و اما بی نتیجه بود. امارات اسلامی اما عدم حضور نماینده امارات اسلامی در نشست تغییرات اقلیمی را تأسف بار خوانده و خواستار حضور نماینده افغانستان در چنین نشست ها شده است.
همزمان با آخرین روز نشست تغییرات اقلیمی در شهر دبی، برخی نهادهای بشردوستانه از غیبت نماینده افغانستان در این نشست ابراز نگرانی کردند. سازمان‌های بشردوستانه با توجه به پیامدهای خشکسالی و سیلاب‌های اخیر در افغانستان می‌گویند کشورهای فقیر و آسیب‌پذیر بیشترین آسیب را از بحران‌های تغییرات اقلیمی می‌بینند و افغانستان از آسیب‌پذیرترین کشورهاست. یک مقام ارشد ملل متحد به خبرگزاری رویترز گفته است این سازمان و دیگر سازمان‌ها برای حضور نمایندگان امارت اسلامی در این نشست تلاش کردند و ما بی‌نتیجه بود. این در حالی است که شرکت کنندگان در نشست تغییرات اقلیمی تاکید کردند که برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای فرصت اندک است و سرمنشی سازمان ملل میگوید اکنون زمان آن است که جهان به دنبال سازش برای راه‌های حل باشد. با نزدیک شدن به ختم 28مین کنفرانس تغییرات اقلیمی پیام عمده من واضح است. ما باید کاپ 28 را با یک نتیجه درست به پایان برسانیم که نشان دهنده اقدام قاطع اقلیمی و یک برنامه معتبر برای حفظ حد گرمایش 1.5 درجه سانتیگراد و محافظت از کسانی که در خط مقدم بحران آب و هوا هستند باشد. زمان اندک است. با این حال امارت اسلامی میگوید اگرچه اداره محیط زیست افغانستان عضویت سازمان‌های بین‌المللی را دارد اما در این نشست دعوت نشده بود تا دیدگاه و پیشنهادهای خود را ارائه کند، هرچند که سرپرست وزارت صحت عامه در این نشست من حیث مهمان حضور داشت. خب ما خواهان ازی بودیم که باید کسایی که مسلکی مسئولیتی را داره که باید در مورد محیط زیست صحبت بکنه، اداره محیط زیست افغانستان است که باید با او دعوت داده می شد و این دعوت بعدی که به وزیر صحت رسیده بود اون منحیث مهمان تکافون نمی کرد. به صورت خواهان ازی هستم که در آینده ها اگر چنین نشسته می شه افغانستان منحیث یک کشور که متاثر از تغییرات اقلیمی هست و شدیداً زیان دیده باید خواسته شود. این در حالی است که برنامه انکشافی سازمان ملل متحد پیشتر با نشر گزارشی گفته است که افغانستان در آستانه یک فاجعه اقلیمی قرار دارد. خشکسالی، سرازیر شدن سیلاب‌ها، گرمای شدید و تخریب زمین به طور روزافزون در این کشور افزایش یافته و این وضعیت بر اقتصاد، زراعت و امنیت آن تاثیر گذاشته است. بر اساس این گزارش از سال 1950 تا کنون افغانستان 1.8 درجه سانتیگراد افزایش دما را تجربه کرده است که از میانگین جهانی 1.5 درجه سانتیگراد فراتر رفته است. ما به عنوان عضو کنوانسیون در این راستا حق ماست که عدالت تامین شود و حق ماست که از اون فرصتهایی که وجود داره ما استفاده بکنیم و بتانیم ما با چالش های موجوده تغییر اقلیم بتانیم مبارزه بکنیم و بتانیم در قلم و انعطاف پذیری و ظرفیت سازگاری ما را در برابر تغییر اقلیم افزایش بدیم. افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است که برای سومین سال متواتر از حضور در اجلاس سالانه تغییرات اقلیمی بازمانده است. میررحمان رحمانی و پسرش اجمل رحمانی به سوی استفاده از پولهای کمکی امریکا متهم و تحریم شدند. وزارت مالیه امریکا دلیل این تحریم را نقش این مقامهای پیشین افغان در فساد انتقالی عنوان کرده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده در کنار این افراد 44 نهاد مرتبط با آنان را نیز تحریم کرده است. وزارت مالیه ایالات متحده ای امریکا بر میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه حکومت پیشین و پسرش اشمل رحمانی عضو این مجلس و اعضای خانواده آنان تعزیرات وضع کرد. این وزارت دلیل این تحریم را نقش این مقام‌های پیشین افغان در فساد انتقالی عنوان کرده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالیه امریکا در کنار این افراد 44 نهاد مرتبط به آنان را نیز تحریم کرده است. در اعلامیه وزارت خزانه‌داری امریکا آمده است آقای رحمانی و پسرش از طریق شرکت‌های محلی خود یک سیستم تدارکاتی پیچیده تأسیس کرده بودند که در نتیجه آن میلیون‌ها دلار پول کمکی امریکا برای تمویل نیروهای سابق افغانستان هدر رفته است. تمام ملکیت‌ها و سود ملکیت‌های افراد ذکر شده در بالا در ایالات متحده و نزد افراد در آمریکا منجمد شده و باید در مورد آن به تمام مقامات گزارش داده شود. هر شرکت مالی یا فردی که با این افراد یا شرکت‌ها داد و ستد کنند خود را با خطر تعزیرات یا اقدام اجرایی مواجه می‌سازند.
در این گزارش همچنان آمده است که رحمانی ها در پارلمان هم دست به فساد زدند و میرحمان رحمانی برای به دست آوردن کرسی ریاست پارلمان میلیون ها دلار به نمایندگان مجلس توزیع کرده بود. ما در قبال اعضای پارلمان حکومت مخلوع افغانستان اقدامات خود را انجام دادیم. وزارت خزانه آمریکا آنها را به اتهام اختلاس و سوء استفاده از پولهای کمکی آمریکا برای نیروهای پیشین امنیتی افغان تحریم کرده است و با آنان 44 نهاد مرتبط نیز شامل فهرست تحریم ها شدند. بنان می خواهم بگویم که ما اقدامات لازم را برای مبارزه با فساد هم در افغانستان و جهان گرفته ایم. سخنگوی امارت اسلامی میگوید تمامی کسانی که در قراردادهای آمریکا دخیل بودند دستشان آلوده به فساد است. متاسفانه او اداره‌ای را که خود آمریکایی‌ها ساخته بودند برای خود تمام مسئولینشان اکثرتشان مطلقاً در مفاسد مختلف دست داشتند و پس برمیگرده به پالیسی‌های ناکام آمریکا که بالای همی مفسدین اعتماد کرده بودن و نه به نفع آنها تمام شدن و به نفع افغانا صرف جیبای شخصی خودشان پر شدن و فرار کردن افغانستان را در حالت بد ترک کردن. آگاهان اقتصادی هم میگویند نظام گذشته و حامیان بین المللیش آلوده به فساد بودن و همین فساد سبب سرنگونی نظام پیشین شد. نماینگر ای است که و افشا کننده ای است که تعداد از مؤسسات بین‌المللی با تبانی از او عاملین داخلی یک جا در فساد اداری افغانستان و خصوص در قسمت ایف مایل منابع مالی دست داشتن که مارکتات چور از 3 میلیارد و 400 میلیون مطرح میکنه و در 20 سال به 3 تریلیون دلار مطرح میشه. در یکی از چنین قضایای فساد رحمانی ها آمده است که اجمل رحمانی معافی نامه ای را حاصل کرد که بر اساس آن دو برابر نفت مجاز را وارد کرد. در سال 2017 و 2018 میلادی یکی از شرکت های رحمانی حدود 1 میلیارد لیتر نفت را وارد کرد، در حالی که مصرف یک ساله نفت نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان 400 میلیون لیتر نفت بوده است. ریاست امر به معروف و نهی از منکر هرات به محتسبین این اداره گفته که حریم خصوصی مردم را نقض نکنند. بنان کارمندان این اداره حق ندارند که تلفن همراه باشندگان این ولایت را بررسی کنند و یا هم وارد محیط شخصی آنها گردند. ده ها تن از محتسبین اداره امر به معروف و نهی از منکر هرات اخیراً در یک سمینار آموزشی شرکت کردند. با آنها توصیه شده است تا با مردم رفتار نیک داشته باشند. با این حال شمار از باشندگان هرات تاکید میکنند که نباید حریم خصوصی افراد مورد بررسی و تفتیش قرار بگیرد. متصبین امر و معروف و نهی از منکر در هرات به تازگی از یک سمینار آموزشی فارغ شدند. در این کارگاه آموزشی با آنها گفته شده است که با مردم اخلاق نیک داشته باشند و به حریم خصوصی کسی دخالت نکنند. رئیس این اداره حتی گفته که متصبین اجازه ندارند تلفن همراه مردم را تفتیش و بررسی کنند. ما به محتسبین گفتیم که طبق اصول معمول خود به خانه کسی نروه و به همچون به یک مجلس و میمه خانه شخص باید داخل نشوه. البته کدام منکری که معلوم و مشغولی آن منکرم و شخص باشد اینجگه جلوگیری بکنند، چون که شریعت و اصول معمی هستند. کار تفتیش و بررسی مربوط نهادهای عدلی و قضایی می باشد. ریاست امر و معروف و نهی از منکر هرات هم به این باور است که کارمندان این اداره نباید محیط شخصی کسی را بررسی کنند و یا افراد را در داخل جامعه سرزنش نمایند، بلکه نیاز است با مردم رفتار نیک صورت گیرد. مثل استخبارات و کماندانی و نظامی و تلاشه هایی که میکنه اونا میکنند. البته محتسبین حق نداره که یک شخص را به خاطری تلاشی کنند که در جیب شما موبایل باشه و به موبایل شما فیلم مزخرف نباشه و نه، چون که شخصیت یه شخص است. ریاست امر و معروف و نهی از منکر هرات همچنان تاکید کرده است که هرگاه باشندگان این ولایت نسبت به برخورد متصبین و چگونگی عملکرد آنها شکایت داشته باشد به شکایات آنها رسیدگی می شود. زمین سازی بشه برای کار خیلی چیز خوبی هم، مسئله شخصی که مربوط به خود شخص میشه. یعنی نمیشه که شما مثلا طرف مسئله شخصی داره یا گوشی موبایل داره یا کیفی داره، شما مثلا یا هر کسی دیگه هر نهاد مثلا بره بدون حکم قضایی بدون حکم هیچ ارگانی بره تلاشی کنی یا ببینی، کار نادرستیه. گوشی شخصی یک نفر باید به سر چکپوینت چک نشه، فقط اگه مسائل امنیتی هست هر چی هست باید چک بشه، مثلا تلاشی چیزی میشه خوبه، ولی
وسایل شخصی کسی خوب نیه که. مردم انتظار دارن تا در پرتو یک قانونی زندگی کنن تا برایشان شخصیت بده، نه خدای نکده ای که مورد تعرض قرار بگیرم یا به نوع تفتیش اجتماعی بشن. و این واقعا میتونه آسیب های روی روانی زیاد به افرادی که در یک جامعه زندگی میکنن وارد بسازه. با این همه اداره امر و معروف و نهی از منکر هرات برای رسیدگی به شکایت های زنان کارمند خانم ندارد و نه مواردی که مربوط به زنان می شود مجبور هستند از طریق خانواده هایشان پیگیری کنند. قوماندانی امنیت ولایت سرپل می گوید در دو سال گذشته 700 تن در پیوند به 660 قضیه گوناگون بازداشت شدند. سخنگوی این قوماندانی می گوید که این افراد در نتیجه تلاش های نیروهای امنیتی در پیوند به قتل، سرقت های مسلحانه، فساد اخلاقی و سایر جرم های جنایی بازداشت شدند. تخریب 800 جریب زمین از وجود کوکنار و همچنان از بین بردن 15 کارخانه تولید و پروسس مواد مخدر از دیگر دستاوردهای پلیس سرپل است. مسئولان قماندانی امنی ولایت سرپل در یک نشست خبری میگویند که در دو سال گذشته 700 تن در پیوند به 660 قضیه بازداشت شدند. به گفته آنان این افراد در نتیجه تلاش های نیروهای امنیتی در پیوند به قتل، سرقت های مسلحانه، فساد اخلاقی و سایر جرم های جنایی بازداشت شدند. در اختتاب پیشی تقریبا در سپر پا مرتبه کتی. او همدارکم چې د کله نه امارت په سرپل ولایت کې راغلی دی، جنایي جرمو چې کومې پیښې په اول ابتدایي مرحلو کې وې، د هغو هم فیصدي تقریبا در نیم بله هم راکښته سوي. تخریب 800 جریب زمین از وجود کوکنار، تخریب 15 کارخانه تولید و پروسس مواد مخدر و کشف و ضبط 10 میل سلاح مختلف از دیگر دستاوردهای پلیس سرپل است. از سوی منصوبین مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه ولایت سرپل، از آغاز سال 1403 هجری خورشیدی تا اکنون به تعداد 660 قضیه جنایی کشف و به ثبت رسیده است که در پیوند به این قضایا به تعداد 700 تن از مظنونین دستگیر و به پنجه قانون سپرده شده است. با این حال شماری از باشندگان این ولایت با ابراز خرسندی از تامین امنیت در این ولایت از حکومت میخواهند که این امنیت را پایدار نگه دارند. فضل خدا امنیت 100% تامین است. انشالله امنیت است، خب مردم مرامه زندگی خود پیش میبره، کل جای امنیت است. انشالله هیچ مشکلی در اینجا وجود نداره، با سازی هم در اینجا ادامه داره کمه بیش برای فعلا. با این همه مسئولان قماندانی امنیه ولایت سرپل میگویند که در جریان دو سال گذشته بیش از 1000 تن از افراد مبتلا به مواد مخدر را جمع‌آوری و تحت تداوی قرار دادند. حال هم خبرهای اقتصادی. سفارت افغانستان در پاکستان خواهان رهایی 450 کانتینر کالای تاجران افغان در بندر کراچی شد. سفارت افغانستان در اسلام آباد در خبرنامه نوشته که اتشه‌های تجارتی سفارت و کنسولگری افغانستان در شهر کراچی با مقام‌های وزارت تجارت پاکستان دیدار کرده است. در خبرنامه آمده است که در این دیدار درباره رهایی 450 کانتینر که در شهر کراچی پاکستان متوقفند بحث شده که مقام‌های وزارت تجارت پاکستان وعده رهایی کانتینرها را داده است. متوقف ماندن 450 کانتینر کالای تاجران افغان در بندر کراچی. سفارت افغانستان در اسلام آباد در خبرنامه نوشته که اتشه‌های تجارتی سفارت و کنسولگری افغانستان در شهر کراچی با مقام‌های وزارت تجارت پاکستان دیدار کرده است. در خبرنامه آمده است که در این دیدار درباره رهایی 450 کانتینر که در شهر کراچی پاکستان متوقفند بحث شده است و همچنان مقام های وزارت تجارت پاکستان وعده های رهایی این کانتینرها را دادند. وزارت صنعت و تجارت می گوید که از میان بیش از 3000 کانتینر تنها 450 کانتینر باقی مانده و این کانتینرها هم انتقال خواهند یافت. فقط یک تعداد کانتینرهایی که نظر به قوانین پاکستان بعض مواد رکونا یا بعض اقلام رکونا وارداتش بر افغانستان از راه پاکستان ترانزیتش منع کردن، 450 کانتینر از کنجا مانده. روی از این کانتینر هم صحبت ها صورت گرفته، خوشبختانه از طرف پاکستان موافقه صورت گرفته تا به این کانتینر هم اجازه داده شد تا وارد خاک افغانستان شوند. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که گفتگوها برای انتقال این کانتینرها ادامه دارد
و خواست آنان این است که حکومت مشکلات ترانزیتی را با پاکستان به گونه اساسی و دائمی حل نماید. تلور سوا پاتی شوست در تلور سوا را من کوشش کوم چې دا دونیم سوا مخلاشی داغه نه روسته که یو کم پاتی شي داغه په ارتباط باندې هم تصمیم ونیول شي. یعنی منګه اتاق تجارت او په مجمل سکتور خصوصی او وزارت صنعت او تجارت په دې حل ځلې کې سفارتونه چې دا مشکل باید حل شي. شماری از تاجران میگویند که هرگاه مشکلات ترانزیتی با پاکستان حل نشود آنان ناگزیر هستند که از راه‌های بدیل استفاده کنند. مشکلات ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان سال هاست که وجود دارد و هر کشور مطابق منافع خودش روابط تجارتی را تنظیم می کند. از این روست که باید حکومت سرپرست هم روابط را مطابق منافع افغانستان تنظیم کند. نرخ ارزها سوجو و همراهیتون به خبرهای این ساعت سپاسگزارم. خدا نگهدار.